سلام بر شک که مقدمه یقین است، سلام بر این درنگ در قلب روزگار پرهیاهو، سلام بر محرم، محرم که درنگ می طلبد و درایت. مهلا همسفر این درنگ است برای هر آن کس که آتش حقیقت دارد. امشب مهلامون یه مهمون داره، مهران غفوریان، که احتیاج به معرفی نداره. سلام عرض میکنم خدمتون، خیلی خیلی خوش اومدید، قدم سر چشم ما بذارید. سلام علیکم، انشالله که خوب باشین. ایام سوگواری آقا سید الشهدا رو بهتون تسلیت میگم و خیلی امام حسینمون قشنگ، هرچی از ته دلت میخوای ازش بخوا تو این ایام، شک نکن میده بهت. آقا در خدمت. تو این فصل چهارم مهلا تا امروز خیلی ها من توفیق داشتم که نشستیم و گفتگو کنیم، ولی اولین بار بود اینو دیدم که شما نشستی رو صندلی قبل از اینی که گفتگو شروع بشه، سرت کردی بالا گفتی خدایا یه ساعت بنداز تو دل ما حرفای قشنگ بزنیم. خیلی مناجات قشنگ بود، گفتیم حرفایی که میخوام بزنم و بتونم بزنم. خودت حرف قشنگ میار تو دهنمون، ما که هزار تا ایراد داریم، ولی تو همون بالا بیا باره تو دلمون یه ساعت. قربونم برام باری. چی میخواید بگی مگی؟ آره گفتم که یه دقیقه خودت میدونم بالایی، ولی یه دقیقه بیا بر تو دل ما کمک کن حرف بزنی. این برنامه مال کسی که من خیلی سال عاشقشم، خیلی سال، و گفتم به اشکم دارم اشکم بینم آقا سنه دیگه قراره چای گریه کنه که فقط همینجاست دیگه. آره آخه عشق دیگه، من خودت هم که سپردی به یکی دیگه دیگه. بسم الله. خیلی خیلی دوستش دارم امام حسین، خیلی، انقدری که هر موقع که از ته دل از عشقش حرف میزنم اشکم بای نمیست. میگم که علای قربونش برم، مگه داریم عشق به این قشنگی؟ پیدا نمیشه. فخر میفروشیم باش، پوز میدیم، و این تنها چیزیه که نمیتونی بگی فقط مال منه، مال همه است، مال هرکی. اصلا ربطی به دینم نداره. خیلی اومدن از امام حسین اومدن این بر، یعنی فهمیدنش، باش کلی کیف کردن، بعد اصلا مسیر زندگیشون عوض شده. خود من اکی اصلا امام حسینی شدم بگم؟ بفهم. ما یه هیئتی داشتیم تو محله قدیممون تهران سر، شهرک دریا بودیم. پدر من خدا رحمتشون کنه، خدا شاد همه رفتگان رو رحمت کنه، که خیلی دلم براش تنگ میشه، قرار بود عمل قلب کنه، همون عملی که من خودم هم کردم. اون موقع ایران عمل نمیشد. اون عمل ما همیشه سر کوچمون یه خونه بود، خرابه طور بود، انگاری یکی یه پولی گذاشته بوده این خونه رو بسازه و این خونه نیمه کاره موند، و این خونه خرابه توی دهه محرم آباد میشد. و اون سال من نیت کردم، گفتم که من برای سلامتی بابام یادم دادم، یعنی همون
بانی های هیئت که امیدوارم سالم باشن هر جا هستن. اونا ما عزاداری ازشون یاد گرفتیم، امام حسین یاد گرفتیم، همیشه دستبوسشونم و اونا یادم دادن که بیا اینجا نیت کن اگه میخوای. وقتی رسیدم دیدم که، یعنی وقتی که اومدم شروع کنم دیدم که آبدارخونه پره، چهار نفر وایسادن، تکونم نمیخورن، آدم هم اضافه نمیکنن. اصلا یه جام که مافیاه کسی رو آره، اصلا اونا قدیمی بودن و اصلا من یادمه سمت گرفتن تو دسته، چون من خیلی ریز ریز سمت گرفتم واقعا، بعدم فهمیدم این سمت رو خود امام حسین بهم داده، ولی لیاقت نشون دادم، آبرو برای دسته و هیئت سعی کردیم که داشته باشیم و خب سمت گرفتیم. مثل درجه است. البته آقا مهران هر کاری بکنیم هیچ کاری نکردیم ما. آره یا اول فرست نه در برابر اون آقا که کاری نکردیم. آره اون که بابا میگم این عشقه، این آدم تو عشقش رفتی تو هیئته و آبدارخونه رو دیدی تعطیل و همه چی تموم. یعنی تو بگو سپایه چلچراغ و علامتم ساب داشت. من نشسته بودم دم هیئت بیرون، تو روزه بود، من بیرون بودم. آخ خوب شد من اسم ایشون رو یادم اومد، آقای رضا مرادی، که ایشالله که هر جا که هستی سالم باشی آقا رضا، که ما عزاداری ازت یاد گرفتیم. خدا حفظشون. من نشسته بودم برگشت گفتش که چیه غفوریان؟ چی؟ آقا هیچ کاری نیست برای ما، من اومدم اینجا نیت دارم، میخوام بابام زنده برگرده، سالم برگرده، نمیره بابام زیر عمل قلب، چون شنیده بودم خیلی عمل سختیه. گفتم آقا هیچی نیست. این آقای رضا مرادی گفت چرا کار نیست؟ گفتم چیکار کنم؟ اون موقع اصلا جا کفشی و این چیزا نبود. و هم گفت اینا رو میبینی؟ همه کفشا رو هم رو هم، گفت اینا رو برای جفت کن. به خدا قسم شاید تکراری باشه، توی یه فیلم دیده باشیم فلان باشه، ولی مال منه. من از اینجا نوکری خیمه امام حسین رو یاد گرفتم، هیئت امام حسین، خودمونیش هیئت رو یاد گرفتم. گفتم کفش جفت کنم؟ گو آره خیلی کار قشنگیه. گو انقدر به چشم امام حسین میاد. کف شفت کرد. دیگه رفته رفته هی سمتمون رفت بالا و رفتم تو آبدارخونه بودم یه چند سال، بابام سالم برگشت، دیگه چسبیدم. دیگه اونجا اومد تو دلم، دیگه چسبیدمش سفت. تو چسبیدی یا اون بغلت کرد؟ حتما اون بغل کرده که ما چسبیدیم. آره دیگه، مثل این میمونه که یه دستی دراز میکنه میپری سف بغلش میکنه، این حتما اونه دیگه. من حتمنیم، من شایدی نیستم. میدونی داداش، من در مورد امام حسین شایدی نیستم، من خیلی مطمئنم که امام حسین خیلی دوست، خیلی مطمئنم، خیلی دوستم و با هیچی تو دنیا عوضش نمی کن. بعد رفتم سپاهی چلچراغ، بعد چلچراغ کشیدم، چند سال علامت کش بودم. زندایم اینا از چیز اومدن، از خارج زندگی میکنن سالها، اومد یه روز منو تو هیئت دید، رفت برام هیکلی خرید. عجیب بود برام این کاری که این کرد، زندایم این کاری کرد، خدا رحمتش کنه. اینا که میگم اول خدا رحمت کنه، اومد برام هیکلی خرید برای هیئت که هنوز دارمش و شدیم علامت کش امام حسین. و به چقدر سخت میشه، کارهای سخت تر میاد رو دوش آدم. میدونی
همیشه بین یعنی ما کفشو جفتی کردی و رسید به علامت کشی. بله شدم جزء علامت کشای اصلی. نه مهران غفوری هم بودم. سلام علامت کشه امام حسین. سلام کمال همتون عشق. آره به خدا. نه مهران غفوریان معروف بودم نه هیچ. بعدش امام حسین این مهران غفوریانم به ما داد. یعنی بعدش یه کاری کرد این آبرو رو امام حسین بهت داد. 100%. باریکلا رو معرفت دمت کرد. 100%. شاید الان جوونه بگیش داری شعار میدی، کجا کمکت کرده بگو بهش. امام حسین که عشقمه، تو وایسه کنار چیه یه مشکل تو برو حل کن. چیه امام حسین نداد مگه میشه؟ مگه میشه اصلا؟ میگن تو معامله با خدا وای نستا. بگو من گرفتم، من اینجوری یاد گرفتم، جور دیگه بلد نیستم حرف بزنم. اگه شبیه هرچیم این ریختی بلدم. من خیلی خیلی مطمئنم به چیزی که عاشقشم، به اون شخصی که عاشقشم خیلی مطمئنم که سیم نیست که دیگه، راه نوریه، کهکشانه، راه کهکشانه وصل به خداست دیگه. شد علامت کشی و نوکری و شدی مهران سابقه دار عاشق پیشه امام حسینی، سابقه دار عاشق پیشه امام حسینی. و بعدم یه اتفاق افتاد که شهرت و محبوبیت و بعد هیچ کجا یه وقتایی نگفتید حالا من شدم مهران غفوریان ها سر. اوایلش سخت بود ولی خدا رو شکر که خودش نذاشت. یعنی بپرسید، خیلی تو خیلی از هیئت ها من رو دیدم، خیلی تو خیلی از من خونه فامیلمون رفته بودم محرم یه دسته داشت رد میشد، رفتم سری زنجیر گرفتم تا هر جا اونا رفتن رفتیم باش. من اومدم عزاداری کنم واسه من برای این بیرحمی که توی تاریخ اتفاق افتاد، برای این مظلومیت تا ابد عزاداری میکنم. دوست دارم، دلم میخواد. طعنه هم میزنم به اعتقادم کسی نمیتونه نمیخورم طعنه، اینقدر راحتم. من یه روز یکی گفتش که شما امام حسینی، گفتم مگه بدون امام حسینی داریم؟ مگه از کسی امام حسینی نباشه؟ من میگم که از آبرو خودم خرج امام حسین میکنم ولی از آبروی امام حسین خرج نمیکنم. من میگم اینقدر خرج نکنیم. میدونی چی میگم؟ میگم آقا یه کاری نکنیم، یه عده‌ای، نمیگم مردم، مردم خیلی هم، یه عده‌ای با دین بچه‌ن از رفتار ما. من بچه هیئتی، من مهران غفوریان بچه هیئتی شاید اشتباه کنم، حتما هم اشتباه هم میکنم، ولی پای امام حسین نیستا. من الان دارم با این دوربین میگم اشتباه من پای امام حسینی بودنم نیستا. امام حسین هم عاشقم، عاشقشم، پای اون نیستا. سعی میکنم کمتر اشتباه کنم. آره خودش میخوام یه جایی ترمزم رو میکشم، میگم مهران رفتم هیئت سینه زدم و آره درست... از خودش کمک میخوام، ولی اشتباه من پای امام حسین نیست. اصلا ما اومدیم تو دستگاه امام حسین که ازش بخوایم که آقا کمک کن ما اشتباه نکنیم. آره هر چی دلت خواست به من بگو، ولی با امام حسینم، امام حسین قشنگ من اونجا سوزم با اون کاری اصلا نمیگم کجاست چیکارش دادی، حال کنید باش، کیف کنید، چیز جذاب آدم دوست داره. چی ازش یاد گرفتی آقا مهران؟ بابا ما همینی که هستیم داریم حرف میزنیم به خاطر نگاه اون آقاست، مال من، مال اون آقاست. این حسین چی؟ اون آقا مهران
غفوریانی که بچه معروف تهران و خبر دارین دیگه، ماشینای رنگ و رنگ و چقدر فرق کرده. ببین چون از نوجوانی دیدیم بچه رو میارن هیئت، هر چی زودتر خودشو پیدا کنه و بس بشه دیگه یادش نمیاد از که امام حسینی شد. چون یه عشقی تو دلم زنده شد که خدا ایشالله این عشق و این حالو به همه بده. در حالی که آدم عشقو فقط برای خودش میخواد، اینجا تنها جاییه که این عشقو برای همه میخوای. آره، بعد تازه چه دعواهایی که توی خیمه امام حسین ختم شده، چه دلگیریایی که اونجا رفع شده، چه من باشم اون باشه من نیستم هایی که حل شده، چه گره هایی که باز شده. باز شده برای چی؟ برای اینکه ما صاحبش کسی دیگه است دیگه. بابا تخمه نمیشکستن یه عده ای توی محرم. چقدر قشنگ بود این چیزا. هنوزم هست. میگم ما تخمه رو برای شادی، برای فوتبال، برای خوشحالی استفاده میکنیم. حالا تخمه که هیچی دیگه، هممون این رفیقا داریم. مثلا یه وقت لب به نجسی میزدم، ولی محرم و سفر اصلا عجیب غریبه. اینا همش معجزه نیست بچیه، میمیشه یکی از شغلشه، ول میکنه و دقیقا یه ده میخوان حرمت این جریانو بشکنن. دقت کردی؟ یه زمانی که هنوزم هست، من هیچ وقت نمیگم تموم شده. اگه تموم شده من چیم؟ من چرا دارم میگمش؟ پس نیست دیگه. چی نیست؟ اینکه اعتقاد شل شده باشه. آخه بابا ما اینو داریم، ما همینو داریم، همین یه دونه است. خیلی بزرگه، خیلی قشنگه، همین یه دونه است. مواظبش باشیم دیگه. یه زمانی روسری مینداختیم زیر پای دسته که رد شه، با کفشاشون، کفشا که خاکی بوده، شاید تو گل بوده، روی اون روسریه بره که بشه چی؟ بشه شفا بگیرن، شفا بگیریم، تبرک بشه. چی میشه فیلم میگیریم میگیم آلودگی صوتی؟ چی شده؟ ما تو کوچه همون مریض داشتیم، میگفتیم بیا دستتون بیا تا تک بشه تا در خونه ما، من مادرم مریضه. تنها سر و صدایی که قشنگی مال هم من اینجوری دوستم. چی شده اینجوری شدی؟ نمیدونم. آقا چرا میگن این میزه بهت وفادار نیست؟ این میز آقا بگید وفاداره به خیلی ها. یه جوری میان از بیت المال میخورن سر همون میزه که وفادار نیست، سری به جنبم آخ جان. آقا میزه وفادار، یه کاری نکن مهران غفوریان، اگه به یه جایی رسیدی این ریختی هم بودی، یه موقع با دین بد نکنی، فلانی با دین بد نکنی، اون دیگه به خودت با ما نیست، به من چی؟ اون دیگه با خودت بری جواب پس بدی، یا اعتقاد داری یا نداری باید جواب پس بدی. آقا مواظب باشی، مواظب خیلی ها باشی. من یه چیزی بگم؟ بگو. ما با اجازه آقای سید مجید و بنی فاطمه میخوام یه چیزی بگم. آقا سید مجید سال پیشمون بودن. بله خیلی رفیقیم با هم، خیلی هم خوشقدر، بزرگوار، خوشقدر. ما توی هیئت ایشون بودیم، بلند نظر. بله من یه چیزی رو از این یاد گرفتم، سید دمت گرم، همه جا میگم. یکی از دوستان ما با یکی از دوستانش صحبت کردم، با دوست خودم که بیا، گفت من یکی از دوستان همراه، گفتم بیا اینجا دعوتیم دیگه، مال من نیست که، مال امام حسین. اصلا این مال امام حسین خیلی قشنگه. یه آقای دوست ما اومد، یه آقای باش اومد، صورتش، دستاش، گوشش گوشواره بود، صورتش خالکوبی بود، دستاش خالکوبی بود.
اومد نشست و سلام سلام سلام. من تو نگاه سید مجید ذره ای، به خدا قسم ذره ای چیزی ندیدم که این کی اومده سن روشو بریاد. ای بابا تو هیئت فلان همش هم بیرون بود، آخه همه جاش بود که بیرون بود، اونجا که بیرونه که بود همش. یکی از قشنگترین کلیپ هایی که اون شب فیلم برداری کرد با دوربین خودش رو اون پسر ساخت و داد به هیئتش. آقا اونم امام حسینی ها، مواظب باشین آقا، به خدا مواظب باشین، اینقدر همدیگر قضاوت نکن، خیلی بده. چرا من باید حتما از دید تو قشنگ باشم؟ اونجوری که تو دوست داری من باشم خودت باش. اون که باید بپسنده پسندیده. آره والا، از کجا میدونی اون بی اعتقاده؟ از کجا میدونی الان امام حسین دست اون رو نمیگیره بندازه تو بغلش؟ نمیترسیم؟ یه چیزای اون بر معلومش. من میترسم، جرأتشو ندارم، من جرأتشو ندارم. من خیلی خوشحالم از این که این عشق و خدا تو دل من زنده کرد و آورد و ازش میخوام، چون خیلی عشق قشنگیه، حسودی هم نمی کنم، چون هرچقدر حسودی نکنی بیشتر میشه. به همه بده، به هر کی که درمونده است عشق امام حسین رو بده ای خدا، به هر کی که گیره بده، به هر کی که مریضه عشقش رو بده. الهی آمین. هر کسی که نچشیده این محبت ها انشالله که بچشه. بعد آقا هر چی مسئولیتت بالاتر باشه وظیفت سخت‌تره. اونجاست میگم مواظب باش، خیلی اگر اومدی جلو آبروی امام حسین رو خرج نکنید. از ائمه مایه بذار برای خودت، خودتو درست کن، خودتو کار درست کن، خودتو درجه یک کن، نوکری کن. اگر قرارت سمتی داری که من نوکر مردمم، من خدمتگزار مردمم، باش. برای اینه میگم آقا اون میزه میمونه چونم مادره. اصلا کاش یه فرهنگی جا بیفته که نگن منتخب مردم، بگن نوکر مردم. یعنی تو انتخاب میشی که به مردم خدمت بکنی دیگه، حالا تو هر جایی. آره چی میشه من موقعی که میخوام بیام بشم یه سمتی بگیرم کلی حرف میزنم، قیافه هم قیافه موجهیه، اونجوری که همه توقع دارن که این دیگه آدم خوب است. آها، قیافتو شبیه اگر بچه مذهبی ها و بچه هیئتی ها کردی، مراقب آبروشون باش. خودت دیگه نشی تو برای یه طیفی، یه عده‌ای، یه فلانی، همشون فلان اینا گردنت میفته اگه مسئولیت داشتی. مسئولیت داشته باشی گردنت سنگینه. کربلا رفتی؟ نه. ای وای، خیلی زیاد پیش اومده، ولی کار ما آخه میدونی چجوریه که جمعه شنبه فلان نداره، همش یا کار بوده یا یه مسئلهی بوده، حالا نشده. ولی نزدیکه، چون خیلی کار دارم با یه خورده نزدیکتر. این دفعه آخه دفعه چند روز پیشا به یه بنده خدایی که الان مهمانمونم هست گفتم این دفعه باید بیام. آره حتما برو، حتما. از کربلا. آره گفتم کار دارم، آقا باید بیام. بودن برادر بزرگوار آسد علی مومنی از روزخونهای خوب تهران و ایرانن، با جناق هم هستن با هم. این دو عزیز سلام عرض میکنم خدمتتون. سلام آقا، ارادت ما. خوش اومدید. آقا خیلی خوش اومدید.
قربونت برم. حالا بکرتم. خیلی خوش اومدید. سلام عرض میکنم خدمت بیننده های عزیز. تسلیت عرض میکنم شهادت آقا سید و شهدا رو به همه محبین آقا و عبدالله. انشالله که هممون آقا بعد به خیر بشیم. الهی آمین. یعنی چجوری هست احوال؟ هیئت چطوره؟ خوبه الحمدلله. خب اصلا به کل که عوض شده مستمع ورودی و خروجی، البته خروجش که با امام حسین. مستمعها اصلا به کل عوض شدن، همه جدیدن، امروزیان. 70-80% هم که هیئتی نیستن، امام حسین رو دوست دارن. ما بیشتر عاشق یه قشر خاصی خواستن جلسه شما نیستن که از بچگی تو روزه بزرگ شده باشن. شما هم بیشتر با چنین افرادایی معنوس میشی، میگیم اینا قشنگ تره بیان تو روزه امام حسین. هیئتی که هیئتی هست، امام حسینی هم که امام حسینی هست. رنج سنی چقدر حاسد؟ از 7 سال داریم، 12 سال، 18 سال، 20، 10-8 که بیشتر شدن تو این یه ساله. آقا سید امسال با سالهای قبل چقدر فرق میکنه؟ امسال اصلا تو اون گرما اون بالا میتونی متوجه بشی خیلی سخته کارش. آقا من چندین بار رفتم، ببخشید منم تو کلمه فدت، چندین بار رفتم ایشون که بالا منبر داره روزه میخونه شور میگیره، میگم فقط خود امام حسین زنده نگرت داشته واسه یک دو بار که رفتم جلو اومدم خودش دید خیلی هوا سنگین و اینا، گفت میرون تو عمل قلب کردی و هی وسط خوندنش میگفت به بچه همون مهران رو ببرین اون ور، اینجا نفسش تنگ میشه. بچه از اون باز جنباز که حواسش هست، خیلی پیکل پری نداره، البته خیلی ورزشکار و حرفه‌ای، خیلی معلوم نی ولی هرون لباس آره، ولی به خدا خوده آره میدونم آقا امام حسین مراقبه سلامتیشه. اولا که نوکری تو خانواده آقا سید علی موروثیه و حتما باید سلام عرض بکنیم خدمت حاج آقای مومنی که خب از پیر غلامان قدیمی تهران هم سلام علیکم و صاحب نفس، صاحب سبک بله و خدا سایه‌شون رو به سر همه ما نگه داره، معدودن اصلا داریم دیگه. و میخوای خود درباره بابا صحبت کنی؟ من یادم نمیاد اما حاجی یادش میاد، خیلی تمرین میکرد، کار میکرد، میگفت نظر خاصه اهل بیت روته، چون من صبح عید قدیرم به دنیا اومدم. بعد میگه 3 سال، 3.5 سال بود میدون خراسون یه دسته با عظمتی بود، زنجیر زنی، چیزایی که با من کار کرده بود، شعرهایی که با من کار کرده بود، از مثلا میگو خودت برگشتی به هم گفتی بابا من میتونم بخونم و به این سبک. بابا میگه که حاجی میگه که چجوری در گوشم بخون براش میخونم. یادته چی بوده؟ آره چی بوده؟ یادم هم بعد گلی گم کرد دم بی جو یامورا به این سبک دیگه. آج آقا میگفتش که خیلی مدرسه عجیبی شده دیدن، یه بچه کم سن رو و بزرگترین افتخارم این بود که اولین منبر رو شونه پدرم نیست، همتاش نیست. واقعا چند سال پیش زنگ زد گفت بیا خونه یه کاری باهات دارم، گفتم یا عبد فز دوباره چی شده؟ هر وقت اینجوری میگه میترسم، میگه یه چیزی شده، یه اتفاقی افتاده. رفتیم طبقه بالا، در رو بست، گفت فقط یه جمله میگم، من
شماها رو مخصوصا تو به خاطر امام حسین دوست دارم و میخوام. اگر ذره با آبروی امام حسین بازی بشه، ماموری بیاد در این خونه، طلبکاری بیاد در این خونه، ریاست علی مثلا پول ما رو خورده یا یه کار بدی انجام داده باشی، فقط که لطمش بخوره به دستگاه ما مثلا، فقط مرگتو میخوام. ببین حالا باید چجوری نوکری کنی توی این دام دستگاه. واقعا گفت مرگتو میخوام اگه این کار رو الباقیش دیگه نمیتونم. یه حرف دیگه هم زد، گفت به احترام مردم، به احترام مردم جنازتم که بیاد میام سر کوچه به خاطر مردم یه چیزی میگم و برمیگردم، شرکتم نمیکنم. من شما رو به خاطر امام حسین میخوام، نه به خاطر اینکه بچمی. مراقب باش ببین چی جوری باید نوکری کنی تو دم و دستگاه امام حسین. خیلی جمله عجیبی گفتن ها جوابه. این همونیه که منم قبل صحبت ها میخور گفتم در موردش، گفتم با آبروی آبرو خودم خرج کنم. اگه میخوای بیایی بسند آبرو خود دیدی همه میگن آبروی چی که بریز زمین دیگه جمع نمیشه. غیور بودن نسل قبل به این دم و دستگاه عجیب و غریب بوده. جنس بچه های روزه شما خواسته؟ بله بله. تو روزه شده مثلا دیگه بگی این دیگه کیه، این چیه از این نوع مشتری ها؟ 80% جوری هم یه عادت کردیم دیگه به چهره هاشون و پدیده ای هم. اما دوست دارم عزاداری هم میکنم خیلی خیلی افتخار میکنم، یعنی این که دمت گرم، نگاهشون میکنم لذت میبرم. اتفاقا نسل جدیدم من خیلی بچه امام حسینی توشون زیاد دیدم، خیلی. اصلا من که اعتقادم اینه مگه غیر امام حسینی داریم؟ خب این هم من شاید شکل و شمایل هم اون فرق طبیعیه بابا، اصلا نسل جدید قد بلندن، نسل ما خیلی قد بلند نبودن. نسل جدید میدونی این خیلی چیزاشون تغییر کرده. خب آره دیگه روز میشه، همه چی روز میشه و اون اعتقادم به روزش هم قشنگه خوشگله، اینا روزن. یه چند تا خاطره میگی از سال 97 بود که تو حسینیه بودیم داشتیم کارا رو انجام میدادیم و بعد احساس کردم که زمین داره میلرزه. یه شعری هم داشتم میگفتم، یعنی خدا عزیزت کمکم میکرد، این بود: چه میشود که شود من غلام تو بشود بشوم، چه میشود که شوم. یه پنج بیتشو گفتم، قبلش یه 3-4 تا مثنوی گفته بودم، یه قفل شدم یه دیدم زمین انگار داره میلرزه. نگو واقعا داره میلرزه. گفتم یا ابوالفضل چه، دیدم صدای دادی داره میرسه، صدا میزنه بیا بیرون بیا بیرون. اومدم بیرون از چای خونه، دیدم پسر خالمه. یهو دیدم آتیش گرفته به حسینی، 3 تا کارخونه پشت ما اونجا آتیش گرفته، آتیش گرفت به حسینی. خیلی 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 واقعا تنها روزی بود در کل زندگیم که واقعا احساس کردم که تموم شدم، یعنی روز مرگم بود. آتیش گرفت به حسینیه و معجزاتی هم البته رخ میداد، ما میدیدیم خیلی جالب. خودیا هیئتیا اینایی که مثلا 7-8 سال کنار حقیر بودن ترسیدن برن تو آتیش، بانده رو از تو آتیش بکشن پایین. این برای من خیلی جالب بود. منم تو حیاط نشستم، دستم اینجور داشتم رو سر و خیلی سریع اتفاق افتاد. من گفتم رفت دیگه همه چی. بعد اومد آتیش، یه پسره اومد با یه دمپایی که الان از خادمای جلسه است. من چهره اینو که دیدم تعجب کردم، مثلا متحیر شدم. تمام بدنش خالکوبی با یه تیشرت رنگی و یه شلوار و خش 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 اومد.
گفت سلام آقا سید، من این پشت تو این شهرکه میشینم، دیدم آتیش اینجا زد بالا، بودو بودو اومدم اینم کاری چیزی هست. اومد گفت آقا سید بانده داریم، رفت تو آتیش. با اینکه بچه خودمون میترسیدن مونده بودن، گفتم آقا سوخ دیگه، رفت یکی یکی تو آتیش دستاش میسوخ. نگودم بیا بیرون بیا بیرون، خیلی با دل و جرأت. پدرشم جدیدن به رحمت خدا رفته، همه بانده و سیستما رو آورد بیرون. با اینکه منی که مدعی بودم، گفتم این زندگیمه، بیخیال شدم، گفتم الان جونم به خطر میفته. خیلی قشنگ جونشم گذشت، اینو به تنش خرید که بسوزه. رفت همه بانده رو کشید آورد بیرون. خیلی برام جالب بود، نگهش داشتم، بودم قربونم خالکوبیت، بی خود نیست من عاشق شما ها. خیلی برام این صحنه عجیب بود و دیگه باش رفیق شدم. میتونم بگم بچه های میان جلسه تو که شاید به ظاهر مسلمون نیستن ولی خیلی مؤمنن. احسن دلی میان، تعریف درستی ببینیش میگه مثلا، ولی بعد رفیقی بازار امام حسین هم دیگه انتخاب نمی کنه که کی بیا. او همینه دیگه، میگم عشق پخشه و الله همینه. مثل این هیئتی های 60-70 سال هیئت داری کردن و اینجوری صحبت میکنی، یعنی پخشه. گفتی شبا با هم میشینیم درباره امام حسین صحبت بکنیم. آره دقیقا، بیشتر ما خیلی هم دیگر میبینیم. خیلی هم سید یه روحیه طنز قشنگی داره، خیلی خیلی. حالا الان که ایام محرمه، ولی انقدر با هم میگیم میشینیم میگیم، منم خب سنم بیشتره دیگه، داداش کوچیکمه، هم خودش هم برادرش از پدر ارث بردن این موضوع. بله بله. و هم خودش شیرینه و من که خیلی دوست دارم. الان بگم جور دوربین گفته باشم نگی نگفت گفتم عزیزم. اختلاف سلیقه داریم با هم؟ اصلا جفتمون هم یه ماشین دوست داریم، نگیم حالا اسمش تبلیغه، ولش کن که ندارم. خلوت میکنید با هم؟ روزه هم میخونیم؟ به ایشون میخونم، ما گریه میکنیم. یه شب یه جوری گریه منو در آورد، وای وای علی تو روم گفتی، گفتم بهت میگی اونو که برگشتی تو روم گفتی من پخ ترکیدم، گفتی ای دیدی فلان، بگی بپر بغلش بغلش. روایتی هست که امام صادق میفرمد بگوش یه چشمی بیز نما گریان نمیشه تا اینکه خود آقا سید و شهدا زانو به زانوی محبش میشینه، تو چشمش نگاه میکنه، موقع اشکت میاد. دلی گفتم، گفتم که اب نداره، بذار بگن ما دیوونه ایم، یه موقعی داری سینه میزنی یه اینجوری هم بکن. آقا جلوت نشسته بغلش کن. ببین یک کاری کرد با من اون روز، اصلا تو بغلمون نکنه که نمیتونیم گریه کنیم. آره دیگه، ببین اصلا برگشت داشت روزاشو میخوند و اینا و یه برگشت گفت آقا اینجوری ها، اگه اشکت اومد یه اینجوری هم بکن. السلام علیکم. قمت گرد بعدت خیلی ها میخوان جوانای ما رو از این دم و دستگاه جدا کنن. نمیتونن با این همه پول، با این همه شما نمیشه. این شبکه های تلویزیونی چقدر بودجه دارن آقا محمد حسین؟ چرا نمیتونن؟ اینقدر عاشق داره امام حسین، 70% هنوز به دنیا نیومدن. این چرا نمیتونن؟ برای اینکه امام حسین نمیتونی وصلش کنی به هیچی، میدونی؟ امام حسین خودش یه شهر بزرگیه، خیک دنیاست، به اصلاح کنم حرف، یه دنیاست، تو نمیتونی این دنیا رو بچسبونی به چیز دیگه. دریا رو به حوض نمیشه چسبون. نمیتونی بچسبونی، آفرین. میخونی برامون استادی؟
میخونی؟ گفتم احتمال داره یهو بگن بخون. السلام علیک یا ابا عبدالله، من دمادم از تو دم میزنم، دم میزنم، نگاهت رو نگیر آقا جان، تو همه دوران امیری و امیری و حسین من امیر آقا جان، لالایی بچگیم سبب وابستگیم، همیشه دست تو بود همه جای زندگی، من در این خونه رو همیشه جارو زدم، من فقط اینجا حسین پیش تو زانو زدم، حبیبی حسین، عجیبی حسین، حبیبی حسین، عجیبی حسین، چه کربلاست که آدم به هوش می آید، هنوز ناله زینب به گوش می آید. صلی الله علیک یا ذبیح العطشان، یا قتیل العریان، یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، یا علی. طیب الله نفستون گرم. آقا من چی میخوای از امام حسین؟ من؟ عاقبت به خیری برای هانا دخترم، سلامتی مادرم و خانوادم، ولی خیلی مواظب هانا باش. خود این من دختر پدری. بله خیلی خیلی. من روزایی که در مورد بچه هست اصلا هیچی، یکی منو بگیره از تو رو غنیه. بعد آقا سید شما چی میخواه از ازت؟ هیچی، چیزی که نمیتونیم بخوام که، اما همیشه گفتم که زیر قبه آقا سید و شهدا اونی بشیم که شما دوست داریم، نه دیگرون. به به و تقبل الله دیگرون به کار من نمیه. شما یه به به بگو. بعد همیشه به خودم میگم، میگم بالاخره اون روز میاد که اونی بشم که آقا دوست داره. دارم تمرین میکنم. اومده بابا. آقا مهران به عنوان سینماگر، یه کارگردان، نام تولید هنری داشتی، کدوم قطعه کربلا تأثیر گذاره؟ اوج کربلا کجاست؟ داستانش معنی میشه که دعوت کنی درگوش باز نکنی آفتر. تا عبد به دکارن مردم کنی. کسی اینجوری نگفته بود. آفرین. تو هیچ مرام و مسلکی این نیست. نه داریم دعوت کنید، در رو باز نکنید، مهمون پشت در بذارید، دیگه بقیهشو نگم برات. آستلی آقا شما به عنوان یه روزخون کجا یهو استاپ میکنید؟ یهو تا میگی نه دیگه این روزه نباشه؟
این معذرت خواهی میکنی، خیلی موقع دیدم میگی ببخشید من اینو میگم. من زمان غارت، هم غارت خیمه های امام حسین، هم غارت آقا سید الشهدا بعد از شهادت، گفتم کاش این دو ماجرا نبود. اوریان کردن آقا سید الشهدا، یه بیرحمی هایی بوده، مجبوری بگی تو روزت. آخه بدی نکرده بود. آره دیگه چه بدی کرده؟ حضرت روز عاشورا فرمودن دیگه، کدوم حرامتون رو حلال کردم، کدوم حلالتون رو حرام کردم. مریض داشتین، طفل مریض داشتین، شفای آدم معمولی یه گوشه ای افتاده جون داده، سریع یه چیزی میندازن روش. من معمولی که سلطان عالم بوده، سر پیراهن تو گریه ما را در آورد. میان این همه کشته چرا تنها تو عریانی؟ چون هستش که روز 11 هم خانم از زینب تماشا کردن، دیدن امام سجاد خیلی گریه میکنه، فرمودن که تو اینقدر بیتابی، من با این دختر بچه های قد و نیم قد چه کنم؟ حضرت فرمودن که همه جان نگاه کن، اینا کشته هاشون رو نماز خوندن و دفع کردن، ولی من هر طرف نگاه میکنم عزیزانم بدون غسل و کفن. صلی الله علیک یا عبدالله، صلی الله علیک یا عبدالله. یاد کسی میخوای بکنی؟ ایشالله که راضی باشه از من بابام و مادرم، هم راضی بمونه ازم. همین. دوتا رفیق امام حسینی مشترک داشتیم، یادشون کنیم. بگو. مهرداد میناوند. آخه علی انصاری. علی انصاری. چه من یاد مهرداد میافتم هشم جاری میشه. دمت گرم گفتی. خیلی. اوف. هم مهرداد. مهرداد خیلی میامد روزه ما. روزه هم که نمیامد تو این فضای مجازی پیگیر بود. هم علی. خدا رو بانمک بود. آره خدا رو رحمتشون کن. علی سلیمانی. علی سلیمانی. آره. مهرداد چیه شعرم رو دوست داشت. ببخشید بیادبیه میخونم. یادمه. هر دفعه هم خیلی بانمک بود. مثلا میدید وایس میگرفت، هر دفعه با یه صدای یه نفر صحبت میکرد. آره. آخه. آره مهرداد اینو دوست داشت. خیلی شیرین بود مهرداد. خدا نمیدانم که می باشم، کجا بودم کجا هستم، اگر عاقل اگر دیوان خود را بر شما بستم، برانیدم نخواهیدم به عالم گفتم و گویم، که از جوی شما سیراب و از جام شما مستم، عطا دیدم خطا کردم، از این در رو نگرداندم، نمک خوردم نمکدان را شکستم، عهد نشکستم، اگر زنجیر خود را پاره کردم باز میگویم.
زهر و من سگ کوی شما هستم. عجب نبود اگر در خورد سالی یا علی گفتم که قبل از خلقت خود دست از غیر علی شستم. صلی الله علیه و ببخش. دست هر دوتاتون درد نکنه، ما رو یه روزه درست درمون آوردیم. زنده باشی. روزه که درست درمونه البته. چای روزه رو بیارید که بخوریم. بخوریم. ممنون از اینکه دعوتمون رو قبول کردید. تو این عالم ارزشمندتر از این کالا سراغ ندارم. تربت حضرت سید الشهدا و از شما درد نکنه. حرم خدمت شما. آقا دست شما درد نکنه. خیلی هم ممنون. بابا. جانم. از امام حسین یه دونه برمون مونده. بوش میکنم میگم بویا آقا. آقا ممنون، خیلی بزرگواری کردی. دست شما درد نکنه. تنها یادگار امام حسین برای ما دیگه، مهر تربت. بعد 100 سال اگر از سر قبرم گذری من کفن پاره کنم، زندگی از سر گیرم. یه عمر میگیم یا حسین، تو سختی میگیم یا حسین، تو خوشحالی میگیم یا حسین، عزیزمون مریض میشه میگیم یا حسین، عزیزمونو میذاریم زیر خاک میگیم یا حسین. به یه امید که اون لحظه آخر ببینیم تو بگیم صلی الله علیک یا ابا عبدالله. به بدیامون نگاه نکن آقا، ما دوستت داریم. امشبم به حرمت عزیزانت همه اهل محلا رو بخر. الهی آمین. خوب و بد رو سوا نکن، در هم بخر امشب. شب خوبی بود، ممنون که همراه ما بودین. انشالله شب اربعین دم باب القبله امام حسین. شبتون بخیر یا علی مدد. ماه محرم.